از اولین مهمان برنامه ما که از کشور آلمان حضور دارن و فارسی رو بسیار عالی صحبت میکنن، ایران شناس بسیار قوی هستن و در زمینه توریسم در کشور آلمان فعالیت دارن، دعوت میکنم که صداشون رو باز کنن و خودشون رو معرفی کنن. جناب آقای نیمان از کشور آلمان، خواهش میکنم صداتون رو باز کنیم و خودتون رو معرفی کنیم. سلام عرض میکنم به تمام دوستان که الان دارن شرکت میکنند. از خانم جعفریان هم خیلی تشکر میکنم که دعوتمون کردند. بنده سالهاست که با ایران ارتباط دارم، یا شخصی یا فرهنگی. یعنی من سفر اولم به ایران سال، اکثر شما رو شاید اون موقع تو این دنیا نبودید، یعنی 58، سال 58 همون تابستون بعد از انقلاب، یه جوری شد که من اومدم تهران تابستونش، حدود 6 هفته اونجا یه جوری گیر کردم که میخواستم بیشتر راجع به ایران یاد بگیرم و بفهمم. به همین خاطر تصمیم شد که برم زبان یاد بگیرم. خوشبختانه شهر ما، شهر گوتینگن، یه دانشکده ایران شناسی خیلی قدیمی و معروفی داره. اونجا تحصیلات ایران شناسی انجام دادم تا سال میلادی 91، که اون موقع کار توریستی به ایران بعد از جنگ یواش یواش شروع شده، که من سالهای اول به عنوان تور لیدر برای شرکت های آلمانی که سفر به سمت ایران داشتند اونها رو بردم. بعد از چند مدت فهمیدم که اونها زیاد اطلاع هم ندارن راجع به ایران، که شاید اطلاع من بیشتر و بهترم داشته باشه. به همین خاطر خودم یه شرکت زدم به اسم اورینت اکسپرس، چون خانم جلیلی شما میدونید تو آلمان، تو اروپا این قطار که به وجود این که اصلا 50 سال وجود نداره، ولی بازم اسم خیلی معروفی داره، شاید به خاطر رمان خانم آگاتا کریستی، یا شاید هم به خاطر این فیلم معروف. یعنی همه که این اسمو میشنوند دیگه احساس میکنن که این همون میبره خبر میانه. حالا چیز کار توریستی به ایران دیگه، اولا ما گروهی داشتیم که اون موقع بیشتر، یعنی اصلا FIT اون موقع نداشتیم یا اصلا کم بود، یواش یواش شروع شده، البته اوج و پایین هم داشته، مثل مثلا 2001، مثل 2005 و خورده. ما چون کار دیگه بلد نیستیم، موندیم تو این کار و میتونستیم با خیلی دوستان ایرانی که تور لیدر بودن، با آژانس ها مثلا، با هتل ها ارتباط برقرار کنیم، که بالاخره باعث شد که تونستم یه کتاب راهنمای توریستی به زبان آلمانی هم تهیه کنم، که الان حالا شاید این چاپ آخرشه، چاپ پنجم، خدا میدونه که دوباره چیز احتیاج داشته باشن مردم، که ولی نه، من امیدوارم، من امیدوارم که بعد از این خیلی وضع شدید که الان داشتیم، الان یک و نیم سال داریم تجربه میکنیم، امیدوارم که یواش یواش جون بگیره، به خصوص این بخش بومگردی که من از اول طرفدارش بودم. اول سعی کردم مهمونها چه بیارم اونجا. با چیز خیلی خوشحالم که تونستیم با همون بومگردی اسفک به سمت طباس که شاید شنیدین، میتونستیم برای بچه های اونجا پارسال، نه سال 2020، تو برلین جایزه تو دو اوارد برای سستینبل توریسم، یعنی توریسم پایدار، اونا بچه ها اینو کسب کردند، که الان هم
یه مبلغ ناکم که مبلغ دقیقش رو نمیشه گام ببن که بالاخره بهشون چیز واریز شده که تور بعدی که داشته باشم میخوام به بچه های اونجا رو بدم. یعنی من امیدوارم که کار توریستی که از پاییز به بعد دوباره بگیره، به خصوص بخش بومگردی خیلی طرفدار زیاد پیدا بکنه، با کمک های همه ما و شما انشاءالله درست میشه. خیلی سپاسگزارم از معرفی بسیار لذت بخشی که انجام دادین، با فارسی بسیار زیبایی که صحبت کردین. در خدمتتون هستیم در ادامه کار که از نظرات شما و تجربات شما استفاده کنیم برای بهبود کار بومگردی در ایران.